question. Yes, come on. Hey. أشهد أن محمدا به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر شما. تا قبل از جنگ جهانی دوم زنها لباسهای پوشیده بلند گشاد می پوشیدن. بعد از اون کم کم چیزهای عجیبی پیدا شد و کنار دریا با مایو و مینی ژوپ و این روزها که می بینیم لباسهای خیلی تنگ به طوری که کاملا بدنشون پیداست. در این حالی که لباس پوشیدن در این حال لخت هستن و این چیز جدیدی است که بشر به خود میبینه. تا 100 سال پیش 120 سال پیش هنوز لندن پایتخت جهان بود. کشورهای زیادی در آسیا و آفریقا و آمریکا حتی زیر سلطه انگلیس بودن، ولی مردم انگلستان در اون روزا لباسهایی می پوشیدن که به هیچ عنوان به لباسهای امروزی اونها شبیه نیست، مثل لباسهای دوره قاجار ایرانه. شما اگر در این فیلم نگاه کنید متوجه خواهید شد که من منظورم چیه. خب میبینید این ماه تابستان سال 1901 که در لندنه، یعنی 122 سال پیش، ولی با این وجود میبینید که مردم چه لباسایی میپوشیدن و امروز اصلا اون لندن نیست، همه چی عوض شده. یادم میاد اولین باری که بعد از سالها، شاید 20-30 سال، از یک شهری که مردمش لباسای خوبی می پوشیدن، شهر مردمی بود که مردمش به قوانین اسلام توجه داشتن در مورد لباس زنها، رفتم به دبی. در فرودگاه دبی خانمی رو دیدم اهل آفریقا، تصور نداشتم که این موده. اولین چیزی که دیدم لباسش خیلی تنگ، خانم چاق، یا خودش چاق هم میکنن، حدیث هم همینه میگه، خودشونو به اصطلاح اندامشونو برجسته میکنن دورغکی با به اصطلاح پنبه و غیر ذالک. پنبه که نه دیگه، سیلیکون اینا استفاده میکنن. دیدم چاق ولی لباسش خیلی تنگ و کوتاه. اولین چیزی که به تصور من اومد این است که این خانم پول نداره بیچاره، اومده اینجا مثلا نوکری کنه، خدمتکار خونه ای باشه تو دبی، و اینقدر پولم نداشته که لباس درست بپوشه. لباسش مثل که لباس خواهرش پوشیده باشه، لباس خواهر کوچیکش، چون برایش تنگ هم بود در این حال کوتاه هم بود. ولی بعد فهمیدم نه، این موده. و یک بار دیگه هم یادم نمیره در قطر در فرودگاه دیدم که خانمی داره میره با نمیدونم پیاده میشدن یا سوار میشدن، بالاخره تو سالن هواپیما بود، تو سالن چی بود فرودگاه، بین مردم خانمی میبینم، بین زن خانمی میبینم که لخته. بابا این که لخته، چرا هیچ کس توجه نمیکنه؟ این که لخته. با دقت نگاه کردم دیدم نه خیر، این لخت نیست، لباسی که پوشیده تنگه. این یکی دیگه، این که این لباس به رنگ پوست بدنه،
یعنی شما در مرحله اول فکر میکنید که این پوست بدنشه. بل بس ببینید لباس های بدن نما در حالی که لباس پوشیده و همه چیز بدنش هم معلوم میشه از بس که تنگه. خوبه، حالا این رو ببینید که پیغمبر ما چی فرمودند. قبل از که اونو ببینید این سایت رو ببینید که مثلا در مورد نمیشه این عکس های اینا رو نشون داد، ولی بعض چیزها رو دیگه براتون آوردم. پای های اوریان بهتر از ساپورت زنان. این روزها با گرم شدن هوا نوعی جدیدی از اوریانی بین زنان دختران بدحجاب گسترش پیدا کرده و فصل جدیدی از بی‌عفتی و دانکجی و ارزش های اسلامی گشوده شده. شلوار های تنگ چیمی تا جایی که به سری مانده باید کشید. خب این شلوار های زنان هم جای خود رو به پوششی به نام ساپورت داده، پوششی که علی‌رغم ترجمه آن هیچ حفاظتی برای شخص مصرف کننده ندارد و حتی جذابتر از برهنگی برای افراد است. خب توجه کنید، جذابتر از برهنگی برای افراد. تعدادی از خانم‌ها که به پوشیدن این جوراب‌ها بدن نما نمودند، حتی در موارد از جوراب‌های بلند رنگی یا ساپورت‌های چسبان استفاده می‌کنند و با مانتو و دامان بدون شلوار می‌پوشند. حتی پوشش‌های را استفاده می‌کنند که ساق پا اوریان و در معرض دید است استفاده می‌کنند. این تازه ایرانه که به اصطلاح ظاهراً باید، چون ایرانی‌ها که هیچ کار ندارن غیر از حجاب. در اسلام ایران ربا آزاد، دزدی آزاد، ظلم آزاد، یک حجاب رو به اصطلاح سعی می‌کنن که کنترل کنن. این ایرانه، وای به حال کشورهای غربی. خب حالا ببینیم که پیغمبر ما چی گفتن و معجزه در کجای کاره. معجزه در کجاست؟ یک لحظه عرض به حضورتون که پیامبر ما در حدیثی فرمودند، حدیث صحیحی که در محدثین ما نقل کردند و در یک کتاب و دو کتاب نیست، از ابو هریره روایت شده که پیامبر فرمودند دو گروه از جهنمی ها هستن بیارید که من ندیدمشون. یکیشون نساء کاسیات آریات، مائلات ممیلات. گروهی از زنان انسان ها جزو اهل جهنم هستند که تاکنون آنها را ندیدم. این فرموده پیامبر است، یعنی در آخرت میان، بعدن میان. زنانی پوشیده که در قرن بیستم اومدن، زنانی پوشیده از لباس ولی در این حال لخت اوریان، کاسیات آریات، هم لباس پوشیده هم لخته، یعنی همه بدنش معلوم میشه از بس که تنگه. قدیما حتی نمیتونستن اینجور لباس ها رو درست کنن، یا کشیه یا نمیدونم، خدا میدونه دیگه، میبینید دیگه به چشم خود میبینید. و مردان رو به گناه سوق میدن و سرایشون مثل کوهان شطور چی میکنن، موهای خود رو یا موهای مصنوعی میذارن. خب در مورد کاسیات آریات میگفتیم، ممنون تا فرمان که پیامبر ما به ما خبر دادن که در آینده چیزی که تصورش نمیشد کرد. الان من به شما خبر بدم، فرض کنید من ادعای پیامبری کنم علی عز بالله و بگم که 1000 سال بعد یا در آینده مردمی پیدا خواهند شد که 2 سر دارن، یا مردمی پیدا خواهند شد که 4 دست دارن. شما میگی آقا این دیوونه هستی دیگه. ولی اگر 1000 سال بعد این آدم بیاد، آدمای بیان که 2 سر داشته باشن، میگه والا این آدم پیغمبر بود، راست میگفته. حالا ما مجبوریم همینو بگیم، حداقل ما مجبوریم اینو بگیم، چرا که ما زنانی میبینیم که در خوابم تصور نمیشد که اینطوری بیان بیرون، که همه چیزشون معلومه دیگه، هیچ چیز نمونده برشون، فقط چسبیده به بدنشون یک لباس، کاسیات و آریات هستن، هم لباس پوشیدن هم برهنه هستن. دقیق توصیف کرده. اگه میگفتی مثلا برهنه میان بیرون، خب برهنه میاد دیگه، دیوونه شده مثلا میاد، اما لباس هم پوشیده، ولی لباس های اختراع شده که میبینی که چجور چیزایی هستش. پس سوال اینه که پیغمبر ما از کجا میدونست؟ اگر این مرد از طرف خدا نیامد صلی الله علیه و آله سلام، سوال 13 ما اینه که پیامبر ما از کجا میدونست زنها لباسهای بدن نما میپوشن؟ از کجا میدونست آقای ملحد زنها لباسهای بدن نما میپوشن؟ غیب میدونست یا خدا بهش خبر داد؟ یقین نمیاری؟ سال 14 ازت میپرسیم، قرآن از کجا میدونست که مرچه ها حرف میزنن؟ مرچه ها حرف میزنن؟ بله، داستان حضرت سلیمان که ما تو قرآن میخوندیم، ملحدین به ما میخندن. شما داستانش رو ببینید یک لحظه.
وقتی که سلیمان حرکت میکنه با لشکرش در راه میره، لشکرش هم چه لشکری، پرنده هم توش هست، جن هم توش هست، انسان هم توش هست. خب داره میره دیگه. حتی اذا اتوا علی واد النمل، اومدن به شهر مورچه ها. واد یعنی محله مورچه ها، یعنی منطقه‌ای که مورچه ها در اون اکثریت بودن. خب مورچه ها اینا رو دیدن، عجب داستان. بابا ملحد میگه برای ما داستان افسانه تعریف نکن، اینا همه داستان قصه است. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. معنیش که نگاه کنید، بذار اینم بگیرید. وقتی اینا وادی مورچه ها با داخل شدن به شهر مورچه ها یا به منطقه مورچه ها، یک مورچه گفت قالت نملتون، یک مورچه گفت. این البته مؤنث است، این یک معجزه دیگه است، فعلا کاری نداریم، ما فعلا به قالت کار داریم. مورچه حرف زد، صحبت کرد. با کی حرف زد؟ با مورچه های دیگه. اعلان کرد در بلندگو یا ایها النملو، ای مورچه ها. شاید 500 میلیون مورچه اونجا بود، شاید 100 میلیون مورچه بود. فورا میگه داخل خونه های خودتون بشید. یه خونه خونه داشتن، خونه های دیگه داشتن، وادی بود دیگه، می شهرشون بود. چرا؟ برای اینکه مبادا که شیطان سلیمان جنودش لشکرش شما رو چی کنن، و هم لا یشعرون، که اونا نادانسته شما رو زیر پا نکنن. دانسته که این کارو نمیکنن، نادانسته. سلیمان شنید، چون سلیمان زبون حیوانا رو میدونست. ماما میگه شما داستان تعریف میکنید، سلیمان هم خیال بافیه، زبون حیوانات هم خیال بافیه، حرف زدن مورچه هم خیال بافیه. اینا اینجوری به ما میگن. این حرفی که سلیمان میشنوه خندش میگیره از حرف اون خانم مورچه. مورچه هم زن بوده، انسا بوده، مؤنث. خندش میگیره و این داستانه تو قرآنه. و ملحد میگه اینا داستان اساطیر الاولین است، اینا چیه؟ میگه بابا ما خجالت بکش. میگه ما بچه ایم. مگه خب ما نمیگیم. حالا ببینید که این مجله ساینسه، نوشته چی؟ بیارید لطفا. The ants are talking، مورچه ها دارن صحبت میکنن. A new study finds that young ants، جوان هم فقط نیستن، make noise to communicate. یه تحقیق جدید نشون داده که مورچه های جوان سرستا میکنن تا با هم رابطه برقرار کنن، تا با هم رابطه برقرار کنن، و مورچه های بزرگتر هم همین کار میکنن، پس حرف میزنن. talking، ببینید بیارید. قالت، اینم talking، صحبت میکنن. اینه کی میگه؟ با زبون دارن صحبت میکنن، اما زبونش میشه ممنونم. اینه کی میگه؟ اینه دانشمندا میگن، اسم دانشمندم نوشته و من اینو در گوگل ترجمهش کردم. یک مقدارشو برای اینکه شما حرف مستند باشه بذارید در ترجمه گوگل هم ببینید. مورچه ها صحبت میکنن، همون داره ترجمه میکنه. یک مطالعه جدید نشان میداد که مورچه های جوان برای برقراری ارتباط صدا ایجاد میکنن. هفته فوریه 2013 بای کری آرنولد اینو نوشته. اگر میخواهید به عنوان یک مورچه زنده بمانید، بهتر است که برای ایجاد سر صدا آماده شوید. یک مطالعه جدید نشان میدهد که حتی شفیر مورچه ها، مرحله بین لار و بالغ، یعنی بچه های مورچه ها، میتونن از طریق صدا ارتباط برقرار کنن. یعنی حتی اینها، حتی بچه های مورچه، یعنی بزرگاش که میکنن که رابطه دارن، که رابطه دارن، از طریق صدا ارتباط برقرار کنن. این ارتباط میتواند برای بقای آنها بسیار مهم باشد. نمیدونم چی دیوریس حشره شناس، این آقایی هستش در دانشگاه نیو اورلیان در لیوزینای آمریکا، میگوید چیزی که در مورد این مقاله بسیار جالب است این است که محققان برای اولین بار نشان دادن که شفیره ها در واقع نوعی صدا تولید میکنند. مطالعه این قطعه بسیار هوشمندانه از تاریخ طبیعی و علم بود. تا آخر که ترجمه کنی به شما میگه که گوگل ممنونم که اینها حرف میزنن، حتی تقاضای کمک میکنن. حالا بشر نفهمید اینا با هم چی میگن، اما صداش تا یه حدودی هم ثبت کرده با میکروفون های خیلی حساس، و در این حال با میکروسکوپ های خیلی حساس جایی که اینا صدا تولید میکنن رو هم پیدا کرده، که در فیلم بعدی هم صداشون رو میشنوید. و صدایی که اول میشنوید صدای تک صدای ایناست که شاید تقاضای کمک میکنن و
دومی رو که میشنوید سر صدا همهمه، مثل اینکه در یک شهر شما تو بازار مسکرا میری همهمه میکنن با هم حرف میزنن. عجیبه، اینها یک امت هستن دارن صحبت میکنن، صحبت حرف میزنن. بشنوید و ببینید. فعلا بشر صدای مرشاه را ضبط کرده اما نمیدونید دارن با هم چی میگن. اما حضرت سلیمان که به علم خدایی داشت میدونه که بشر یه روزی هم خواهد فهمید اینا چی میگن. علم خدایی داشت میدونه که اینا با هم حرف میزدن و حرف زدنشون هم خیلی جالبه که و حتی اوضاع سیاسی را میدونستن که آقا سلیمان داره میاد، لشکرش داره میاد. اینقدر میدونستن که سلیمان ظالم نیست، نادانسته اگر زیر پا بشن له بشن نادانسته است، سلیمان اگه بتونه مورچه ها رو نمیکشه و مثل اینها. ولی اینا رو علاقه ما به ملحد کار نداریم، اما اینه به ملحد کار داریم که آقا دانشمند ثابت کردن که اینا حرف میزنن، حالا داستان میگن، رقص میکنن، آواز میخونن، حرف میزنن، با هم ارتباط دارن با حرف. ولی قرآن فرموده غالط نملتون، یک سخنگوی رئیسشون صحبت کرد، حرف زد با همه مورچه ها داخل مساک خونهاتون بشی. اینو قرآن از کجا میدونسته؟ جالبه که با میکروسکوپ های قوی فهمیدن که این دهان مورچه که به اسلام شانه ها داره، مثل شانه یا برس، به اصطلاح با اون شاخک ها که حرکت میکنه اینا صحبت میکنن. مورچه خودش چیه که کله پاچش باشه؟ مورچه خودش چیه که این دهانش باشه، دهانش در پشتشه و بزرگ کردن با میکروسکوپ حالا دیگه و دیدن که اینجا از اینجا صدا تولید میشه. چقدر صداش نازک باشه که بشر با پیشرفت تونسته اونو ثبت کنه. ولی پیغمبر ما که پیشرفت دنیایی نداشتن، اونا چیزا 400 سال پیش در یک سرای دور افتاده زندگی میکرد، حرفای میزنه که همش درست در میاد. سوال ما این است که پیغمبر ما از کجا میدونست، ای ملحد از کجا میدونست که مورچه‌ها حرف میزنن؟ حتی تو تازگی هم میگفتن مورچه‌ها با مواد شیمیایی رابطه میکنن، دهانش به دهان دیگه میزنه رابطه برقرار میکنه، در حالی که الان میگه حرف میزنه، صدا ایجاد میکنه، صدا حرف زدن با صدا میشه. و انسان وقتی حرف بزنه حتما اون حرفش یک معنی داره. حرف حیوانات هم که حرف میزنه، حالا شاید مثل انسان نتونن همه چیزو بگن، ولی حرفش معنی داره. دردشو یک صدایی داره، غذا میخواد یک صدایی داره، خطر یک صدایی داره. اونم بشر به زودی کشف خواهد کرد. چرا پیغمبر ما گفته که بشر با حیوانات حرف خواهد زد در آینده؟ حالا اون که چون که نشده ما دیگه نمیتونیم جزو معجزات بگیم، اما در بین این معجزه یک معجزه عجیبی من دیدم. وقتی که در گوگل ترجمه میکردم این مقاله انگلیسی رو، دیدم که گوگل خیلی روان ترجمه میکنه، مثل سابق نبود. سالا پیشم ترجمهش که دیده بودم خوشم نیومده بود، خیلی روان، تقریبا 98% خوب ترجمه میکنه. شنیدم که حتی ترجمه زبانی هم هست، شما به زبان فارسی حرف بزن اون به انگلیسی برات جواب میده، به زبان فارسی حرف بزن اون به اسپانیولی جواب میده، پرتغالی حرف بزن به زبان فارسی جواب میده، به هر زبانی. اینجا یک معجزه دیگه پیغمبر برام معلوم شد. عجب، مگه با این دیگه چه ربطی به معجزه داره؟ ببینید پیغمبری کار آسونی نیست، ولی در دنیا کسایی پیدا شدن از حماقت مردم استفاده کردن، پیغمبران دروغین ادعای پیغمبری کردن، کارشون پیش نرفته، ولی یه چهار نفری رو که گول زدن. یکی از اونها به قول بهایی یا حضرت بهاءالله است. حضرت بهاءالله که شما برید تحقیق کنید در دینش، که من تحقیق کردم، تحقیقم نه به خاطر انتقاد، به خاطر که ببینم چی اگه خوب قبول کنم
این آقای بهاءالله کتابش که نمیدن به کسی بخونه، حالا تو اینترنت بگردید شاید پیدا نکنید. مخالفاش میذارن، خودشون نمیذارن سایت رسمیشون، از بس که خجالت میکشن از کتاب خود. ولی 12 فرمان دارن. شما پیش بهایی ها برید، میگه 12 فرمان داره، به فرمان خودش هم افتخار میکنه که زن و مرد با هم مساوی هم. عرض به حضور شما که همه دنیا باید یک دولت تشکیل بشه، یک چیز شبیه به این میگن، و میگن که باید زبانهای دنیا یکی بشه. من پرسیدم که زبانهای دنیا یکی بشه کدوم زبان؟ میگن هنوز معلوم نیست. زمانی که این بهاءالله اومده بود 150 سال پیش، این زبان هنوز زبان انگلیسی زبان غالب دنیا نبود، زبان فرانسوی هم به اسلام رقیبش بود، زبان اسپانیایی هم رقیبش بود. لذا این بابا نگفت دیگه کدوم زبان، و بعدا معلوم میشه. ولی جالبه که خودش کتاب خودش رو به 2 زبان آورده، فارسی و عربی. کسی که قرار است دنیا رو به 1 زبان متحد کنه، خودش به 2 زبان کتاب آورده. خب حالا از این بگذریم. این آقا پیشگویی کرده که با جد مردم دنیا به 1 زبان برسن، یا دستور داده یا پیشگویی کرده. ولی با اومدن این ترجمه هیچ لازم نیست. یعنی تو میتونی به زبان خود حرف بزنی، فردا دستگاه کوچیک در کنار سینت نصب کن، برو مغازه بگو آقا این کیلو چنده، به زبان نمیدونم گیلکی بگو، ترجمهش میکنه به زبان انگلیسی، اون میفهمه، اون به زبان انگلیسی میگه، این دستگاه برای ترجمه میکنه به زبان خودت. یعنی نیازی نیست حتی زبان یاد بگیری، چه برسه به اینکه زبان ها یکی بشه. لازم نیست که زبان ها یکی بشه. پس این پیغمبر بهایی ها که 150 سال پیش اومده، اگه از آینده نزدیک هم خبر داشت، این دستور احمقانه رو نمیداد که زبان ها باید یکی بشه، چون دستگاه این جلوی این کار گرفته، لازم نیست. مثلا میشه چی میمونه؟ آقای بهاءالله میگفت که شما با حج که میرید باید که سوار اسب تندرو بشید. و اصلا امروز اسب نیاز نیست، چون که ماشین هم در اومده و هواپیما در اومده. لذا کسی که از آینده خبر داشته باشه دستوراتی نمیده که باز گندش در بیاد. و بهاءالله خبر داده، چون پیغمبر دروغی بوده. همین گوگل، ترجمه گوگل مسئله رو روشن کرده. بیان من امیدوارم براتون روشن کننده باشه که اگه پیغمبر ما، این خودش یک سواله، اگه پیغمبر ما یک پیامبر راستین نبود و با وحی در ارتباط نبود، با الله در ارتباط نبود، مثل همین آقای بهاءالله خیلی آبروریزی داشت، دستوراتی میداد که خنده‌دار بود، تضاد توش بود، و مثل این که اصلا نمیشد دستورش عملی کرد، نه لازم بود. برعکس حالا مثلا در مورد زبان قرآن هم صحبت کرده، میگه زبان آیات خداست، نگفته باید از بین بره. و حقیقت یک آیات قرآن خداست. شما حتی تو که خونم زبان خاص خودت داری، مثلا یه چیزی میگه برادرت میفهمه، شاید اینو بیرون بگی نفهمن، چون که بیان کننده احساساته. بعضی چیزا رو حتی نمیشه ترجمه کرد مثلا، ولی تو به احساساتت بیان میکنی برای قوم خود. آیات نشان است، نگفته باید از بین بره پیغمبر ما، گفته آیات خداست. خب بگذاریم از این، و این به نظرم بالاترین معجزه است که از پیغمبر ما نمیشه اشتباهی گرفت، و از پیغمبر باید فکرم نکرده بهش اشتباه در میاد. و سوال آخر، شما میدونید که بین ایران و روم قبل از اینکه اسلام ظهور کنه جنگ های پی در پی صورت گرفته. در یکی از این جنگ ها در قدس، این دیگه همه میدونن، نزدیکی دروازه های شهر بیت المقدس، ایرانیا به رومیا حمله کردند و در اونجا جنگ سختی در گرفت، رومیا شکست خوردند و بعد ایرانیا رفتن صلیب مقدس اینا رو گرفتن آوردن، و داستانش مشهوره در تاریخ. پس بین ایران و روم جنگ شده در همون سالهایی که پیغمبر ما ظهور کرده. داستانش این هم مهم بوده، مثل که جنگ اوکراین، نه جنگ جهانی در دنیا پخش شده و مردم مکه هم رسیده. این داستان جنگ در قرآن ثبت شده، ولی قرآن یک آدرس جالبی میده از منطقه جنگ. در سوره روم که یک سوره هم هست، الله پاک بیارید لطفا، این سوره رو با همین شروع میکنه. الف لام میم، غلبت روم، رومیان مغلوب شدن. از کی؟ از دست ایرانی ها. آدرس جغرافیاییش میده، فی ادنی الارض، در کم ارتفاع ترین زمین اینها این واقع رخ داده. یعنی جنگی که بین ممنون تا فرمان جنگی که بین رومیا و فارسا رخ داده، در کوه ایورست رخ نداده، در وسط اقیانوس آرام رخ نداده. کجا رخ داده؟ ننوشته بیت المقدس، نوشته در
کم ارتباط ترین نقطه زمین، کم ارتفاع ترین نقطه زمین. بشر تا دیروز نمیفهمید که کم ارتفاع ترین نقطه زمین یعنی چه. مگه زمین کم ارتفاع بالا ارتفاع داره؟ بله. شما نگاه کنید مثلا تهران 1500 متر بالای آب دریاست، مثلا مکه 600 متره. هر شهر یک ارتفاعی با آب دریا داره. اونایی که به دریا نزدیکه مثلا بندرعباس صفره، هم سطح دریاست. آیا زمینایی هست که مثلا زیر صفر باشه؟ بله. زمینایی هست که مثلا 5 متر زیر دریاست، ولی جلوش مثلا کوه یا چیزی هست نمیذاره آب دریا بهش برسه، آب اقیانوس برسه. اگر راه پیدا کنه اونجا پر میشه، آب اقیانوس هم میاد اونجا رو پر میکنه. ولی این در زمان پیغمبر شناخته نبود دیگه. مردمی ادنا رو یک معنی دیگه هم داره، نزدیکترین. اینو ترجمه کردن که این شکست در نزدیکترین زمین رخ داد. باز این نزدیک رو ترجمه میکردن که نزدیکترین زمین به زمین رومیا. و این ترجمه درستی نیست. یعنی که بیت المقدس مال رومیا بود. حالا من بگم که مثلا ایرانی ها از روسا شکست خوردن در نزدیکترین زمین به خودشون، مثلا در تهران شکست خورده باشن. تهران که پایتخته، قدس پایتخت رومیا بود یا شهر مهمشون بود، لذا نیازی ادنا ترجمهش درست نبود. اما دیگه نمیدونستن چجوری ترجمه کنن. میگم بعضی وقتا قرآن قابل ترجمه نیست برای آیندگانه. الان میفهمن که معنی ادنا درسته، که به معنی چی هم هست، سفلا هم هست، به معنی نزدیک هم هست، ولیکن معنی کم ارتفاع رو میده. و الان دیدن که این زمینی که این جنگ رخ داده درش، من برای شما میارم ببینید که این زمین، عکسشی براتون بیارم اجازه بدید، با ماهواره بهشون ثابت شده که این زمین اینه. بیارید ببینید، اینجا آب دریاست، دریای مدیترانه است. اینجا کوهاست که جلوی این دریا رو گرفته که آبش نیاد این طرف دیگه، چون که این کوها بلندتر از دریاست. ولی این طرفش، این بحرالمیه، دریای مرده، 400 متر پایین‌تر از سطح دریاست. یعنی اگر راه برش باز کنی، یه کانال بهش بزنی، این 400 متر آبش میاد بالا. فکر کنین، چون که 400 متر پایینه از آب دریا. و این نقطه پست‌ترین نقطه در زمینه، کم ارتفاع‌ترین نقطه در زمینه. و جنگ اینجا بیت المقدسه، اینجا این منطقه که وسط بین بحرالمیت و بیت المقدس، اینجا جنگ بین ایرانی‌ها و رومی‌ها رخ داده که پست‌ترین نقطه زمینه، کم ارتفاع‌ترین نقطه زمینه. و این عکس ماهواره است. بذارید کمی بزرگتر کنم ببینید. اون قدس چی نمیشته؟ ببینید اینجا جنگ رخ داده، اینجا بیت المقدسه، اینجا دریای مرده است، ایرانی‌ها از این ور اومدن، رومی‌ها از اینجا، ما در این پایتختشون بودن، اینجا با هم جنگیدن. و این پست‌ترین کم ارتفاع‌ترین نقطه زمینه. و اینم دریای مدیترانه است. گفتم اگه راه برش باز کنی، کوه ها برن کنار، میاد اینجا رو پر میکنه، چون این 400 متر از این پایین‌تره. نگاه کنید، این دریا صفره، این 400 متر پایین‌تر از سطح دریاست. فکر کنید دیگه، 422 متر. ممنونم. خب دوباره آیه رو ببینید. ما میگیم مگه پیغمبر ما جغرافیادان بوده، ماهواره داشته؟ چجوری میگه که رومی ها مغلوب شدن در کم ارتفاع ترین زمین؟ این واقعه رخ داد. بیارید، رومیان مغلوب شدن، جغرافیا داره بهت یاد میده، آدرس میده. و این شکست در پست ترین زمین، یعنی در کم ارتفاع ترین زمین رخ داد. و از این زمین کم ارتفاع تر ما نداریم. سوال مولد نرو، بشین گوش بده. سوال 15، قرآن از کجا میدونست کم ارتفاع ترین نقطه زمین در قدس است، کنار بحرالمیت؟ کجا میدونسته؟ از کجا میدونسته؟ مولید میگه نه آقا، شما چرا میگه ادنا رو ترجمه میکنی به کم ارتفاع؟ ادنا به معنی نزدیک. من حسابی بهت میگم برو فرهنگ و لغات ببین، ادنا سفلا یک معنی داره، یعنی نه پایین. پایین هم معنی میده. هر چیزی، هر زبانی چند یک بعض کلمات دو سه معنی داره، 5 6 معنی داره حتی. برو مال ده خدا رو نگاه کن، ببین ادنا رو چه جوری ترجمه میکنه. حالا زمان اینترنت دیگه، چرا چشمتو میبندی؟ فقط میخواد معجزه رو قبول نکنه، دبه در میاره. معنی ادنا اگه کم ارتفاع نباشه، آقا من کافر میشم. یک معنیش همینه. و اینم معجزه قرآنه که کلمات مناسب رو انتخاب میکنه که مردم، چون مخاطب قرآن مردمی هستن که از اول که این کتاب نازل شده تا روز قیامت،
کلمات انتخاب میکنه که گیج نشیم ما. ولی یعجوج ماجوج ما چه میدونیم؟ ندیدیم که. ولی انتخاب کرده قرآن، ما داستانش قبول میکنیم که اینا میان و نمیدونم از هر طرف سرازیر میشن و در روزش باز این آیات بیشتر معنی میده. بهتر معنی میده. مثلا میگه یموج، موج میزنن. یعجوج ماجوج ما اصلا معنیش حالا نمیفهمیم. ولی در یه روز میبینه که شاید اینا مثال نمیدونم در مغزای مردم داخل میشن، موج میزنن، مثل که الامواج است، نمیدونیم. ولی الان در مورد ادنا میدونیم که یعنی کم ارتفاع، و میدونیم که بحر المیت کم ارتفاع ترین نقطه زمینه. و سوال ما اینه، آقای ملحد، پیغمبر از کجا میدونست اگر با وحی در ارتباط نبود؟ بخش اول برنامه تموم. اما در بخش دوم یک بیننده بر ما این رو فرستادن، ما اجازه بدید اینو براتون بیارم. این آقای مکارم شیرازی است، نمیدونم از کجا حساب بانکیش لو رفته، 594 میلیارد تومان در حسابش، در یک حسابش. خب حساب بانکیش و حساب کارت شناساییش هم در آوردند و ما حساب کردیم که 594 میلیارد تومان که در بانک داره، بانک‌های ایران که نزول میدن دیگه، نزول میدن یا نمیدن، اسمشو گذاشتن بهره بانکی. خب نزوله، رباست. روزانه 300 میلیون تومان به پول این بابا اضافه میشه فقط در یک حساب. روزانه 300 میلیون تومان اضافه میشه. سوال ما از بینندگان عزیز اینه که آیا این مسلمونه؟ ظاهرا بله. مرجع تقلیده؟ بله. دکاندار اسلامه؟ بله. ربا در اسلام حرومه؟ بله. پس این بابا چرا ربا میخوره؟ اونم روزی 300 میلیون تومان، یعنی هر روز داره مردم میدوشه، خشکشون کرده. گفتم این یک حساب بانکشه. پس این مسلمون نیست، پس دولت ایران مسلمون نیست، پس آقای ملحد به خودت رحم کن، اینا دنیای تو رو خراب کردن و تو با اسلام مخالفی. بابا این مسلمون نیست، تو با اسلام مخالفی، آخرت خودم تباه میکنی. من در روز قیامت اگه تو رو ببینم حتما خیلی خندم میگیره که آخوند هم دنیای تو رو خراب کنه هم آخرت تو رو. یکم تفکیک کن، فرقشو ببین. یکی هم هست داره بهت میگه. اگه مسلمونه پس ما چی هستیم؟ چرا ما 40 سال از اینا فراری هستیم؟ اگه مسلمونه پس ربا چیه؟ باز این یک حساب بانکیشه. این سوال میشه جور دیگه هم مطرح کرد مخ با مخ با شیعه ها. آیا این داستان راسته؟ شیعه هم منکر میشه دیگه، یک نه میگه، خودش نه ما راحت میکنه، میگه نه نه این دروغ، اینو برای آقای مکارم ساختن. من سجودی تو رو میگیرم، چرا برای مکارم ساخته باشن؟ مگه نه این است که آقای مرجع تقلید خمس میگیره؟ مگه نه این است که مثلا یک آدم میلیاردر که خمس بده 200 میلیون مثلا خمسش میشه در سال؟ مگه نه این است که هر سال باید بده این پولا رو؟ مگه نه این است که باید به مرجع تقلید بده؟ بله، مرجع تقلید این پولا رو جمع کنه. این پولم نیست، بیشتر، خیلی بیشتر از این پول داره. پس نگو که آقای مکارم پول نداره. آقای مکارم یک راه برای خودش باز کرده که معتقدین باید پول بدن بهش، یک پنجم درآمد خود هر سال، و این از میلیاردها میلیارد. این پولم هیچی نیست. اگه بگی نه این مردم پول نمیدن، پس شما مردم، پس مردم دین شما رو قبول نداره. اگه مردم خمس نمیدن، دین شما رو پس قبول ندارن. پس برید دیگه. پس شما مجبورید بگید خمس میدن و مجبورید بگید که این پول خمسه. آخرین چیزی که شما ما مردم میگید، شیعه طرفدار میگن که آقا این آقای مکارم پولا رو برای در راه خیر خرج میکنه. کی گفته؟ کجا نوشته؟ حساب کتابش کجاست؟ کی میدونه چقدر بهش دادن که چقدر رفته؟ آخوندا خمس رو میگیرن ولی مصارفش معلوم نیست. لذا باز حرف ما به ملحد میگم که بدبخت نکن خودتو، اینها به دین کاری ندارن. حالا پول میده خمس، باید تو نزولم بخوری؟ فرض کنیم که پول به تو میدن، تو هم در راه خدا خرج میکنی. خدا گفته از پولی که باید در راه من است نزول بگیر، ربا بگیر. نفرموده که ربا جنگ با خداست، جنگ با رسول خداست. پیغمبر ما نفرموده یا نمیدونین، در مذهب در کتاب شیام هست که ربا اینقدر گناه زیاده که اگه این گناه 70 قسمت کنی، قسمت کوچیکش اون بزرگاش دیگه چی باشه؟ این است که با مادر خودت هم بستر بشی، به هر مادر خودت. اینقدر گناه، یعنی اگه با مادر خودت زنا کنی گناهش کمتر از کار آقای مکارم شیرازیه. مغز شما باز شد آقای ملحد که این بابا اصلا مسلمون نیست؟ روزی 300 میلیون داره چی میگیره از یک حسابش؟
سود بانکی یا بنا به گفته ما نزول ربا، بدتر کاری بدتر میکنه از زنا با مادر و 70 گناه بدتر. گفتنش هم آدم بدش میاد بگه، ولی میخوام بگم ربا چقدر بزرگ. پس خودتون بدبخت نکنید. یکم پیام هم داریم بخونیم حالا که فرصت داریم. اجازه بدید چهار تا پیام میخونیم. یک بیننده 4 سوال پرسیدن. ایشون از کدام میدونستن که جمعی از امتش مرتد میشن؟ از ملحدین میپرسن، چون این هست که پیامبر گفت جمعی از امت من مرتد میشه. و ایشون ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگران رو به بعد بهش داده، چون میدونست مرتد نمیشن. کافی بود یکی از اینها مرتد و کافر بشه تا سخن پیامبر ثابت بشه. درسته؟ پیامبر از کجا میدونست که عمر، عثمان، علی، عمار، حسن و حسین رضی الله عنهم شهید میشن؟ کافی بود یکی از اونها شهید نمیشد تا دروغ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ثابت بشه. امیدوارم ملحد که اونقدر در مورد اسلام تحقیق میکنه بفهمه که در اسلام یعنی چی. پیامبر از کجا میدونست که عثمان رضی الله عنه در یک فتنه بزرگ شهید میشه؟ کافی بود عثمان سکته قلبی میکرد یا در جنگ یا با دشمن شهید میشد تا دروغ این همه ثابت بشه. راست میگه، عثمان 85 ساله بود، میتونست به زندگی عادی بمیره، ولی حتما باید در فتنه میمرد، چون پیامبر ما حرفش درست در میاد. پیامبر از کجا میدونست که حسن رضی الله عنه میان دو گروه از مسلمان ها صلح میکنه؟ کافی بود حسن صلح نمیکرد یا در سن کوچکی از دنیا میرفت. خب اینا رو عزیز من ما به ملحدین بگیم، ملحدین که اون ممنونم، ملحدین معجزه که جلوش هست قبول نمیکنه. میگه نه آقا، وقتی که حسن اگه در کوچکی میمرد شما میگه حدیث جهل پاک میکردین، در حالی که نمیشد حدیثم پاک کرد. خب میگم اینا قبول نمیکنن. ما در هفته قبل گفته بودیم که جهان از یک نقطه شروع شده، به گفته دانشمندا، البته اشتباه از من بود، جهان به صورت خطی شروع شده، ده خط هستش. حالا بیننده به نام آقای حسین ببینید میگه که همین توماری که جهان توماری که فرمودید، یعنی همون جهان که به صورت یک تومار در هم پیچیده است، دانشمندان دقیقاً پی به این نقطه بردن که جهان دقیقاً مانند یک صفحه کاغذ و یک فرش پهن شده میباشد. همین بس نیست که ایمان بیارید، بله همین درست میگن، منم خوندم که جهان مثل که یک فرشی رو لوله کرده باشی داری باز میکنی. اولا دانشمندا میگفتن از یک نقطه شروع شده، نه، مثل یک فرش لوله شده است که داره باز میشه. آقای عمر رحیمی میگه که در مورد خلقت آسمان ها و زمین نسبت 2:4 به کار برده که جمع میشه 6 دوره عمر زمین. با تحقیقات روی شهاب‌زنگا تقریبا 4.5 میلیارد، عمر جهان 13.5 میلیارد هستش، تقریبا همون نسبتی که قرآن بیان فرموده، به طوری که 13.5 رو در 4.5 تقسیم کنیم عدد 3 به دست میاد. یک عمر، این همون نسبتی است که قرآن اشاره کرده. والا من دقیقا سر در نمیارم عزیز من آقای عمر رحیمی، فقط اینو میدونم که الله پاک آسمان و زمین رو در 6 دوره آفریده. اسلام ترو 1 میگه که این آتئیست ها همیشه از اسلام رخنه می گرفتند و ما دفاع می کردیم، حالا نوبت اوناست که بیان جواب بدن. بله همه تون هم این کارو بکنید، از اونا سوال بپرسید. منم میگه یک سوال دارم، میخوام معجزه علمی بگم. اینا شب و روز گوش فلک رو کم کر می کنند و با نادانی خودشون از آیات ایراد می گیرن که معجزه علمی توشه. اینها همیشه در مورد آیات اولیه سوره فصلت می گویند که قرآن همه جا گفته آسمان و زمین در 6 روز آفریده، ولی اینجا جمعش میشه 8 روز. اولا من اینو به شما توضیح بدم که بارا اینو گفتیم که حالا چون شبهه ملحدین پخش کردید، نمیگه 8 روز. آقا من یه خونه رو مثال با باغش میگم در 6 روز ساختم. باز در جای دیگه میگم که خونه رو در 2 روز ساختم، باغ در 4 روز ساختم. درست شد یا نه؟ در جای دیگه میگم که خونه رو در 2 روز ساختم، 2 روزم نقاشیش کردم. وقتی من دارم خونه رو نقاشی میکنم، باغم دارم درست میکنم. اون 8 روز اینجوری حساب میشه. دارم خونه رو درست کردم در 2 روز، دارم نقاشیش میکنم. 2 روزم طول میکشه نقاشی بشه. در همون حال دارم باغم درست میکنم. یعنی هم خونه نقاشی میشه هم باغ. خداوند زمین رو در 2 روز ساخته، آسمانا رو مثلا در 4 دوره، ولی زمین رو باز توش نقشنگار کرده، درخت و اینها رو در 4 دوره ساخته. متوجه هستید؟ یک بار در این مورد بیشتر توضیح میدم. خب خودشون علی جواب شوپر این دادن که خداوند در آیه 9 فرموده زمین در 2 روز خلق شده، پس در آیه 10 فرموده در 4 روز به استوار کردن کوه ها و زمین و قرار دادن مواد در زمین پرداخت. خب درست همین حرف من زدید. در اینجا اصلا این 4 روز که گفته میشه بحث مربوط به بعد از آفرینش. احسنت، همین عرض من رو شما خیلی بهتر بیان کردید.
حالا از آتیستا بپرسید که کمی بیشتر از آیه 11 سوره فصلت، بیشتر در آیه 11 سوره فصلت دقت کنند. از آنها بپرسند پیامبر از کجا میدونست که در ابتدای آفرینش همه جا به صورت گاز مانند بود و جامد مایع نبود؟ بله یک سوالیه. حالا دانشمندان میگن که دود بود، دخان بود و پیغمبر ما این رو گفته تو قرآن. پیغمبر که نگفته، کلام الله هست. آیا این آیات همان نظریه گاز بودن سیارات و آسمان در ابتدای آفرینش هستی نیست؟ پیامبر از کجا این رو میدونست؟ ملحد جان جواب بده. ای ملحد، به خدا سوگند همکنون میلیون ها نفر، این جمله خیلی جالبه. ای ملحد، ای آتیستا، به خدا سوگند همکنون میلیون ها نفر در زیر خاک آرزو دارند تنها لحظه ای به دنیا برگردند تا به خدا و پیامبر ایمان بیاورند. پس شما هم تا دیر نشده توبه کنید و در مقابل کلام الله سر تعظیم فرود آورید، چرا که به خدا قسم این قرآن کلام بشر نیست. چقدر برای اینا قسم بخوره کسی که خدا برای جهنم نوشته باشه، او هم به زیر خاک خواهد رفت مثل اسلافش و باز در اونجا افسوس میخوره. ما هم دیگه برایشون دل نمیسوزونیم، چرا؟ خداوند رحیم است و برای اینا دل نسوزونده. خداوند که رحیم است، اینها رو همه چی بهشون داده قبول نمیکنه، خودش میره تو چاه میفته. حالا اینجا آتش باشه، من بچه‌ام من که 10 دفعه بگم به آتش نزدیک نشو، 11 بار که نزدیک بشه میگم به جهنم برو نزدیک شو، منی که پدرم، لذت که چیکار کنم مردم، خداوند چیکار کنه با این مردمی که گمراه هستن. یک سوال بیننده پرسیده بود، طعنه زده بود به حضرت پیغمبر که در 9 سالگی به عایشه رضی الله عنها عروسی کرده و جواد یوسفی عزیز ما پاسخ دادن که در مورد حضرت عایشه و سن ایشان یک چیز رو که توجه نمی‌کنند، اونم اینه که در آن زمان ازدواج از 9 سال تا 15 سال بود و اگر بیشتر میشد دختر ترشیده حساب میشد. حتی کافیه تا 20 سال پیش خود ایران افغانستان یا 70 سال پیش اروپا رو نگاه کنید، سن ازدواج دقیقاً همین اندازه بود. بله، یکی از چیزایی که تغییر کرده سن ازدواجه. یعنی اگر مثلا در مرد مثلا صفیه، حضرت صفیه که زن در 16 سالگی پیامبر ایشون که به خیبر حمله کرد اینو به اسیری گرفت و باش عروسی کرد، تو قبل از پیامبر 16 سالگی دو تا شوهر کرده بوده، یهودی هم بوده. اونو نمیگم، خانم صفیه که ام المؤمنین صفیه قبل از که ام المؤمنین بشه دو بار عروسی کرده. خود حضرت عایشه هم نامزد بوده در یک زن کوچکی با پیغمبر چی کرده، به نام یکی بوده. وقتی پیامبر ازش خواستگاری کرد گفت ابوبکر رضی الله عنه، گفت یا رسول الله اجازه بده که از نمیدونم جبیر ابن مطعم بوده که بوده که از اون چی کنم، این آزاد کنم چون به پسرش وعده دادم. همینجوری بوده تا سالهای پیش، دختر کاری نداشته که به سن بلوغ مرسته عروسی میکرده. حالا است که من اون روز برنامه تلویزیون خیلی وقت پیشه، از برنامه رادیویی رو از رادیو ایران میشنیدم که رفته یکی داره میگه مغازش داره میبنده، میگه بیا باش مصاحبه کنم که چه آرزویی داری. در مورد آرزوی جوونا میپرسید. اون بابا داره مغازش میبنده، این شب اومده پیشش میگه شما چه آرزویی داری؟ گفت من آرزو دارم که عروسی کنم. گفت شما چند سالته؟ اون نمیدونم، گفت 27 یا 28 یادم رفت. گفت مثلا 28 سالمه. یک دفعه این گوینده رادیو گفت چه خبر، میگه انو که خیلی زوده، رادیو ایران هم کشور اسلامی 28 سالی که میگه زوده. خب این 28 سالی در قدیم 5 سال دیگه روش میذاشتی 35 ساله پدر بزرگ میشد، پدر بزرگ میشد. 16 سالگی عروسی میکرد، 17 سالگی عروسی میکرد، بچه‌ش هم 17 سالگی عروسی میکرد و در 35 سالگی بچه دنیا می آورد. این چه حرفیه؟ لذا فرمای شما درسته، اما بالاتر از این همونی که بنده عرض کردم، پیغمبر ما به یک دوربین احتیاج داشت. اینم باید به شما بگم که پیغمبر ما، اونا میگن که فاصله سنی زیاد بود برای اینکه چیزیشون ثبت بشه. اینم به شما عرض کنم حالا آخر برنامه که پیغمبر خدا برای دخترش خواستگار اومد، حضرت فاطمه. به کی بود خواستگار؟ عمر، ابوبکر. و پیغمبر گفته بود بهترین فرد امت من عمره، ابوبکره. یعنی از اون بهتر نداره پیغمبر، بعد از انبیا بهترین فرد حضرت ابوبکره، عمر جبهشتیه، فاروقه بابا. ولی پیامبر دختر خودش به اینا نداد. چرا؟ خب باز پیامبر چون دوستاش بودن بهشون گفت که نگفت سن شما زیاده، گفت سن دخترم کمه، یعنی سن شما زیاده دیگه. همون وقت حضرت علی اومد که پولم نداشت، خواستگاری فاطمه بهش داد. پس فاصله سنی نباید زیاد باشه. این من قبلا نمیدونستم تا این حدیث خوندم پیغمبر. ولی من نیست، ممکنه یکی مثلا ببینه پسر پادشاه است
40 سالشه، دختر 15 سال بهش میده، میگه آقا فایده دیگه داره، من نیست. اما عموما خوب است که فاصله سنی زیاد نباشه. از این حدیثی که به شما گفتم که حضرت فاطمه رو به علی داد، به عمر و ابوبکر نداد، در حالی که اونها بهتر بودن از حضرت علی از لحاظ بسلا مقام صحابه. پس اما در مورد خود پیغمبر چرا گرفت؟ گفتم به شما که ایشون 50 سال بعد از ایشون حضرت عایشه زنده بوده، حضرت میمونه زنده بود، حرفای پیغمبر به ما میرسوندن و حرفای پیغمبر و حرفای حضرت عمر به ما نرسه، هیچ مهم نیست، چون ما که از حضرت عمر اسوه ما که نیست، اسوه ما حضرت پیامبره. هر حرف پیامبر، مثلا برای شما بگم، حضرت عمر در ماه رمضان دو زنش میبوسیده، مثلا به ما چه کاری نداریم. اما اگه حضرت پیامبر میبوسیده، این برای ما میشه که یعنی جایز است یا جایز نیست. متوجه شدید؟ پس دوربینی که پیامبر میدید مهم بود و حضرت عایشه کنار خونه پیغمبر بود، من کنار خونه، نه کنار مسجد، محل کار پیغمبر، تو خونش هم بود. شما رفتید مدینه دیدید دیگه، مسجد و خونه عایشه به هم چسبیده است، یعنی هر حرفی که تو مسجد میشته عایشه میشینیده، پرده هم بود و دروازه هم نبوده. پس یک فلسفه ای داشته. الله حافظ و نگهدار همیشون. I said to myself.